تعدادی از موکبداران حسینی اهل عراق روز پنجشنبه 27 ربیع‌الاول 1445 هجری قمری 21 مهر 1402 در نشست علمی آیت الله العظما شیرازی در بیت معظم الله در شهر مقدس قم شرکت نمودند. موکبداران حسینی شرکت کننده در این نشست سلام دیگر موکبهای حسینی را به مرجعیت شیعه ابلاغ نمودند و متقابلا معظم الله نیز خواستار ابلاغ سلام خود به تلاشگران این عرصه در موکبهای حسینی عراق شدند. آیت الله العظما شیرازی در این نشست به موکبداران حسینی اهل عراق فرمودند: توصیه من به شما و همه موکبداران این است که جوانانتان را در میان جمع خودتان بیاورید. جوانان اقوام، جوانان عشیره، جوانان قبیله و آنها را زیر خیمه امام حسین علیه السلام جمع کنید. معظم الله در ادامه خطاب به تمامی مواکب مرتبط با امام حسین علیه السلام فرمودند: اگر جوانی نیامد از او دعوت کنید و او را ترغیب کنید، حتی تک تک شما و هر کدام از شما جوانان را به شعائر امام حسین علیه السلام ملحق کنید. ایشان در پایان فرمودند: این توصیه همیشگی من است و آن را به جمیع مؤمنین عرض می کنم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرده که پس از زمین لرزه‌های مرگبار در غرب افغانستان نیاز به کمک‌های بشر دوستانه افزایش یافته است. یونیسف این اظهارات را روز شنبه 22 مهر در صفحه اجتماعی ایکس مطرح کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تأکید کرده است که این نهاد درخواست کمک مالی فوری را برای کودکان و خانواده‌های زلزله زده در غرب افغانستان راه اندازی کرده است. مؤسسه باب العلم از مؤسسه‌های شیعی در کشور اندونزی فعالیت‌های گسترده ای را دنبال می‌کند که از جمله آن می‌توان به ترجمه کتب شیعی به زبان اندیز تا حمایت از خانواده‌های نیازمند شیعه در اندونزی اشاره کرد. مسئولان این مؤسسه فرهنگی نیکوکاری نشر اندیشه اسلام اصیل محمدی را اصلی ترین هدف خود اعلام کرده و بر همین اساس برنامه‌های مختلف دینی، فرهنگی و اجتماعی را در طول سال دنبال می کنند. نشر اندیشه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام نیز از دیگر اهداف مؤسسه باب العلم است که همواره آن را دنبال می کنند. گفتنی است کشور اندونزی در جنوب شرق آسیا با بیش از 200 میلیون جمعیت مسلمان پر جمعیت ترین کشور اسلامی جهان به شمار می رود. دیدبان حقوق بشر در بیانیه از دولت پاکستان خواست تا تهدیدات برای اخراج پناهجویان افغانستانی را کنار بگذارد و تأکید کرد وعده‌های ناکام کشورها برای اسکان مجدد افغانستانی‌های منتقل شده به پاکستان خطرات را برای این پناهجویان افزایش می‌دهد. دیدبان حقوق بشر در ادامه از سازمان ملل و کمک کنندگان بین المللی خواست پاکستان را تحت فشار قرار دهند تا از پناهجویان افغانستانی حمایت کند و بدرفتاری با آنها را پایان بخشد. این در حالی است که دولت پاکستان به همه پناهجویان غیرقانونی افغانستانی که به گفته مقامات اسلام آباد حدود 1,700,000 نفر است تا 31 اکتبر مهلت دادند تا این کشور را ترک کنند و هشدار داده پس از پایان این مهلت عملیات اخراج اجباری پناهجویان آغاز خواهد شد. این تصمیم پاکستان نگرانی های سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری را در پی داشت که برخی از مقامات این سازمان ها برای گفتگو به اسلام آباد سفر کرده بودند. نهاد عالی حقوق بشر سازمان ملل در واکنش به جنگ جاری بین ارتش ملی و نیروهای شبه نظامی در سودان، کمیته حقیقت‌یاب بین المللی مستقل در سودان تأسیس کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای تصمیم گرفت
که کمیته حقیقت یاب متشکل از 3 کارشناس در حوزه حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه تشکیل شود و این کمیته به مدت 1 سال در سودان خدمت کند. گفتنی است مأموریت آنها شامل بررسی و تعیین حقایق، شرایط و علل اصلی نقض حقوق بشر و نقض قوانین بین المللی در چارچوب درگیری هایی است که در 15 آوریل آغاز شده است. مسجد شهوار ترکیه که در استان اسکیشهیر در شمال غربی ترکیه واقع است، در سال 2021 افتتاح شد تا افراد دارای ناتوانی‌های شنوایی، بینایی و حرکتی بتوانند به راحتی نماز بخوانند و همچنین در دوره‌های روحانی قرآن کریم شرکت کنند. این مسجد دارای یک سطح شیبدار ویژه است که توسط اداره فتوای ایالتی طراحی شده است. یک خط زرد برای راهنمایی افراد نابینا، یک پارکینگ برای خودروهای معلولان و کتابهایی که با الفبای بریل برای نابینایان نوشته شده است. همچنین این مسجد برای ناشنوایان و نابینایان شرکت کننده در دوره‌های آموزش قرآن کریم، کلاس‌های روحانی به زبان اشاره و الفبای بریل با بهره‌مندی از کتاب‌های تهیه شده توسط سازمان امور دینی ترکیه برگزار می‌کند. در پی انتشار دود غلیظ در مناطق وسیع از جنگل‌های آمازون، از روز پنجشنبه میلیون‌ها نفر در بدترین وضعیت آب و هوایی در سطح جهانی قرار گرفتند. گفتنی است این آب و هوای آلوده منجر به تعلیق کلاس‌های دانشگاهی و لغو فعالیت‌های مختلف از جمله یک ماراتون بین‌المللی در منطقه ماناوس برزیل شد. شاین ذکر است طی 6 هفته گذشته ماناوس و سایر شهرهای ایالت آمازوناس به طور متناوب توسط دود غلیظ پوشیده شدند و تنفس را دشوار می‌کنند. شاخص کیفیت هوای این شهر در 2 روز گذشته بین سطوح ناسالم و خطرناک در نوسان بوده و شبیه شرایط برخی از کلان شهرهای آسیایی است. و ما خبر آخر، دن بوتنر بیش از 1 دهه است که برای شناسایی مناطقی در دنیا که افراد آن بیشترین طول عمر دارند و سالمترین افراد جهان هستند تلاش کرده است. او در این مطالعه مناطقی را شناسایی کرده که افراد به طور معمول در آنجا نه تنها بالای 100 سال عمر می کنند، بلکه بیماری هایی مانند بیماری های قلبی، چاقی، دیابت و سرطان در میان آنها کمتر است. سالمترین افراد جهان به ترتیب در مناطق ایکاریا در یونان، اوکیناوا در ژاپن، اوگلیاسترا در ساردینیا، لومالیندا در کالیفرنیا و شبه جزیره نیکویا در کاستاریکا قرار دارند.